علی بابا و 40 دزد بغداد. روزی روزگاری در شهری در ایران تاجر فرشی زندگی می‌کرد که دو پسر داشت، یکی قاسم و یکی هم علی بابا. بعد از مرگ پدر، قاسم طماع با فریب علی بابای ساده تجارت پدر رو به دست آورد. قاسم با زنی ثروتمند ازدواج کرد. علی بابا مجبور بود به سختی کار کنه. اون از طریق بریدن و فروش چوب درآمد کمی به دست می آورد. روزی علی بابا مشغول کار بود که ناگهان صدای پای چندین اسب و شنید. اون ترسید و سریعا پشت درختی پنهان شد. حدود 40 نفر با اسب و کیسه های روی دوش حرکت می کردن و نزدیک سنگ بزرگی در پای کوه توقف کردند. اونا همراه خودشون شمشیر و خنجر دارن، حتما همشون دزدن. اما توی جنگل چی کار میکنن؟ یکی از دزدا که به نظر رئیس دسته بود به سنگی نزدیک شد. کلچت باز شو. علی بابا باورش نمیشد. وای، زنگ در حقیقت ورودی قاره تاریک. دزدا به داخل قاره رفتن و در پشت سرشون بسته شد. علی بابا حیرت زده بود و از ترس خشکش زده بود. بعد از مدتی دوباره در باز شد و دزدا با دستای خالی از قاره خارج شدن. کیسه ها رو داخل قاره گذاشتن. دزدا روی اسب نشستن و جنگل ناپدید شدن. اوه، این باید مخفیگاه گنجاشون باشه. علی بابا نتونست جلوی خودشو بگیره. جلوی سنگ ایستاد و فریاد زد: کنجد باز شو. در مثل قبل باز شد. علی بابا وارد غار شد. اوه، کوه‌هایی از طلا، نقره، جواهرات با ارزش، الماس، زمرد و جواهرات دیگه. علی بابا تا حالا همچین چیزی رو ندیده بود. علی بابا چشماشو با تعجب مالید. همه چیز اونجا روی زمین بود. خب یکم سکه بر میدارم، دوست اصلا متوجه نمیشن. اون کیسه یو پر از سکه طلا کرد و به خونه برگشت. ببین چی پیدا کردم. علی بابا کیسه رو جلوی همسرش خالی کرد. همسرش از دیدن این همه سکه واقعا تعجب کرده بود. این سکه ها رو دزدیدی؟ داستانش طولانیه. من چیزی ندزدیدم، قبلا دزدیده شده بود. اول میشمرمشون. نه، نمیتونیم همشو بشمریم. به خونه برادرم برو و ترازوشو ازش قرض بگیر. همسر علی بابا خیلی سریع به سمت خونه برادر علی بابا حرکت کرد. عزیزم، ترازوتونو امشب من قرض بده تا فردا صبح پسش میارم. چی رو میخواین وزن کنید؟ هیچی، فقط کمی گندم. همسر قاسم زنی زیرک بود. فکر کرد که همسر علی بابا این مقدار گندم برای وزن کردن نداره. پس کف ترازو موم ریخت و اونو به زن علی بابا داد. زن علی بابا طلا رو وزن کرد و از مقدار طلاها خیلی راضی بود. ما ثروتمند شدیم، میتونیم هرچی که دوست داریم و بخریم. نه به این سرعت، همه به همون شک میکنن. هیچ کس نباید از راز ما با خبر بشه. زن علی بابا شرط و قبول کرد و ساکت موند. ولی در روز دوم زن قاسم رازشونو با دیدن ترازو فاش کرد. فوراً قاسمو در جریان ثروت علی بابا قرار داد. علی بابا سکه های طلا داره؟ از کجا پیداشون کرده؟ باید متوجه بشم. قاسم از شدت حسادت خواب به چشمش نیومد. پس فوراً به خونه ی علی بابا رفت. علی، حال چطوره برادر؟ اومدم بپرسم به چیزی نیاز داری یا نه؟ تعارف نکن، هرچی دوست داری بگو. میتونی رو کمک برادر بزرگت حساب کنی؟
اوه برادر، از پیشنهادت ممنونم، ولی من الان ثروتمند شدم، به چیزی نیاز ندارم. ثروت؟ به هم بگو از کجا؟ علی بابای ساده نتونست حقیقت رو از قاسم پنهان کنه. همه چیزو در مورد قار و دزدا برای قاسم تعریف کرد. عالیه، پس فردا میرم به اونجا. پول تو مثل پول خودمه و من باید ازش مراقبت کنم. علی بابا، رمز ورود به غار چی بود؟ باز شو کنجد، یادم میمونه، باز شو کنجد. روز بعد قاسم همراه با 4 قاطر قدرتمند برای حمل طلا از خونه خارج شد. من ثروتمندترین مرد خواهم شد. اون به غار رسید و فریاد زد: باز شو کنجد. در باز شد و پشت سرش بسته شد. عالیه، باور نکردنیه. این همه طلا، این همه جواهر، همه چیز رو از اینجا میبرم. قاسم همه طلاها و جواهرات رو داخل کیسه ریخت، ولی وقتی به سمت در برگشت به فکر فرو رفت. اون جمله چی بود؟ تمشک باز شو، گندم باز شو، در باز شو، در باز شو، لطفاً باز شو. قاسم کاملاً رمز ورود و فراموش کرده بود و داخل غار زندانی شده بود. بعد از مدتی صدای اسبا رو شنید. 40 دزد به غار برگشت. کنجد باز شو. با باز شدن در دیدن که قاسم روی زانو داخل غار نشست. بدون هیچ حرفی دزد با چاقو قاسم رو کشت و جسدش رو داخل غار رها کرد. همسر قاسم پیش علی بابا رفت تا خبر ناپدید شدنش رو بهش بده. اون به غار رفته، میرم و پیداش میکنم. علی بابا به غار رفت و دید که جسد قاسم اونجاست. نه، نه. جسد رو روی قاطر گذاشت و به خونه برگشت. کنیز قاسم مرجانه همه چیزو شنید. باید دلیل مرگش رو از همه پنهان کنیم. من میرم پیش دکتر و دارو میخرم و وانمود میکنیم که مریض بوده. فردا صبح خبر مرگش رو اعلام میکنیم. همه موافق این نقشه بودن. چند روز گذشت. همسر قاسم نتونست این غم رو تحمل کنه و مرد. اربابای من از دنیا رفتن. اجازه بدید به شما خدمت کنم. علی بابا می دونست که اون دختر باهوشیه و در آینده کمک بزرگی بهش میکنه. پس مرجانه رو به خونش برد. روز بعد دوستا به غار برگشتن. جسد مرده کجاست؟ کسی دیگه یم از راز ما خبر داره؟ این ثروت رو تو طول زندگیمون جمع کردیم. قبل از این که از دستش بدیم باید دشمنمون رو پیدا کنیم. به دهکده برید و ببینید که کی اخیراً مرده. دزدا توی دهکده پراکنده شدن تا فرد مورد نظر رو پیدا کنن. یه دزد به خونه یه طبیب رفت. سلام دکتر، چند روز اخیر کسی اینجا فوت کرده؟ بله، قاسم مرده. کنیزش علائمو توضیح داد و من بهش دارو دادم، ولی مرد و من خیلی براش متاسفم. چه سرنوشت شومی؟ خونش کجاست؟ هیچ کس دون خونه نیست، ولی برادری به نام علی بابا داره که پایین این کوچه زندگی میکنه. دوست فکر کرد که علی بابا شخصیه که جسد رو پیدا کرده، پس شب به خونش رفت. هیچ کس توی کوچه نبود. علامتی روی در زد. فردی افرودم و میارم و همه ی اهالی خونه رو میکشم. روز بعد مرجانه علامت روی در رو دید. دختر باهوش متوجه شد که حتما اهالی خونه در خطرند. تمامی خونه های کوچه رو علامت گذاری کرد. نیمه شب دزدا به دهکده اومدن، ولی گیج شدن چون همه ی خونه ها علامتی مشابه داشتن. پس ناامید برگشتن. فردا خودم برمیگردم اینجا.
رئیس خودش به اون کوچه رفت، ولی چون باهوش بود خونه رو علامت گذاری نکرد، بلکه به دقت بهش نگاه کرد تا کاملا توی خاطرش بمونه. 40 قاطر رو 40 بشکه خالی تهیه کرد، یه بشکه رو پر از روغن کرد و دستور داد که دزدا توی باقی بشکه ها پنهان بشن. بعد رئیس خودش رو به شکل تاجر روغن در آورد و به خونه ی علی بابا رفت. با کی کار دارید؟ من تاجر روغنم، توی آسیا سفر میکنم و روغن میفروشم. الان شبه و من دنبال یه جایی واسه گذروندن شبم. سفر طولانی داشتید، لطفاً بیایید داخل و استراحت کنید. بذارید اول بشکه ها رو ببینم. چرا که نه، بفرمایید. دختر زیبایی مثل شما باید مراقب خودش باشه. مرجانه به طور شانسی بشکه یه روغن رو باز کرد و مطمئن شد. رئیس خوشحال شد. همه داخل شدن. مرجانه یه شام خوشمزه آماده کرده بود. شامو آورد و انگشتری که توی دست دزد بود و دید. متوجه شد که این همون انگشتری که علی بابا با گنجش خریده بود. پس دوباره شک کرد. به آهستگی کنار بشکه ها رفت و بهشون ضربه زد. رئیس بیان بیرون. مرجانه متوجه حقه شد. همه ی بشکه ها رو امتحان کرد و دید که داخلشون دزدا پنهان شدن. بشکه پر از روغن رو برداشت و توی قابلمه گرمش کرد. بعد روغن داغ و داخل تک تک بشکه ها رو. همه دزدا کشته شد. شب رئیس اومد تا افرادش رو جمع کنه، ولی وقتی بشکه رو باز کرد ترسید و تعجب کرد. نه. اون توی دام خودش اسیر شده بود و با ترس از اونجا فرار کرد. روز بعد مرجانه جریان رو برای علی بابا تعریف کرد. تو زندگی منو نجات دادی. نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم. از امروز تو جزء خانواده منی، نه فقط یک کنیز. ممنونم ارباب. اونها در کنار هم به عنوان یک خانواده شاد زندگی کردن. علی بابا تنها شخصی بود که راز غار مخفی رو میدونست. کنجت باز شد.